بینندگان عزیز و ارجمند یو اس ایران تیوی، اجازه بدید که از تهران بزرگ با هوای گرم و آفتابی از استودیوی بازگشت میدیا به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هم میهنانم در سراسر جهان. امیدوارم در هر جای دنیا به هر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت و در سلامتی کامل این برنامه را دنبال می کنید. من جلیل مرتضوی هستم. امروز شنبه 18 تیر 2401 خورشیدی و برابر است با 9 جولای 2022 میلادی. دوستان گرامی، ابتدا قبل از اینکه بپردازم چرا دو امریکایی به خاطر دو تا اعلامیه کوچک در ایالت رود آیلند دستگیر شد و چرا رسانه‌های ایران ستیز اینا رو بازتاب نمیدن ولی دستگیری تاج‌زاده را آقا 24 ساعت هر 5 دقیقه راجبش صحبت میکنن، حالا بهتون خواهم گفت چرا. ضمناً از پت بوکنین مقاله‌ای دارم تحت این عنوان که آیا امریکا در حال فروپاشی است؟ گزارش یعنی مقاله مفصل پت بوکنینم برای شما خواهم گفت. دوستان، از وقتی که ما اینجا اومدیم دخترم با خانمم روزی یه بار میرن پارک. گاهی وقتی من با اینا میرم، گاهی وقتی من مشغول مطالعه اینا هستم، ولی اینا مرتب میرن و دخترم خیلی علاقمند به این گربه هایی که تو پارک، حتی به من میگفت بعضی موقع ها تعداد گربه ها در پارک بیشتر از آدم ها هستن. یکی از دوستا برای ما پیام فرستاده بود که آیا میرید اونجا به گربه ها غذا میدید یا نه؟ آقا غذا میدیم، آیا ما رو دارن ورشکست میکنه. دخترم میگه باید اینو بخریم اونو بخریم. گفتم بابا جون، گربه ها غذاهای مخصوص هستش، باید اونا رو تهیه بکنی. خلاصه اینا میرن و این گربه ها اینا رو مرتب هر جا میرن تو پارک ها دنبال میکنن، ولی این سعی میکنه به بچه گربه ها غذا بده چون اونا کوچولو هن، ولی خب تعدادشون زیاده، همدیگر رو هول میدن. خلاصه اینم با این کار حال میکنه. برگشتنی از پارک، این دلش میخواست بدونه که این سنگک چجوری پخته میشه. میرن تو سنگکی، بعد اونا هم داشتن غذا میخوردن دیگه، موقع پختشون نبود. خانم هم توضیح میده که این دخترم از امریکا اومده، دلش میخواد بدونه که این سنگک چجوری پخته میشه. خلاصه نهارشو کنار میذاره، میگه حالا که مهمون از امریکا اومده ور میداره یه سنگک کوچولو براش درست میکنه به همون سبکی که میپزه از اول تا آخر. خلاصه این کار انجام میده و هر کاری میکنن اینا پول سنگه که بگیره، گفتن نه مهمون ماست. خلاصه دختر اومده بود میگه واره چقدر همه اینجا مهربونن، پول نمیگیرن. گفتم پول نمیگیرن چیه؟ اون به خاطر اینکه شما مهمون بودید، دیدن که درخواست شما خیلی خیلی فرق میکنه، به این خاطر بوده. خلاصه حالا من گفتم رفتنی که اونجا رد میشم حتما باید من یه پولی به اونا بدم، نه به خاطر اینکه سنگکم پختن، زحمتم کشیدن، وقت پختنم نبوده، بلن یه نهار چیزی بخورم به حساب ما. برحال دوستان، وضع ما عالی اینجا، امیدوارم که شما بتونید در فرصتهای مختلف که دارید از ایران دیدک کنید. و جالبه که روز به روز که ما داریم این برنامه رو از تهران اجرا میکنیم، خیلی با من در تماسن که در حال اومدن به ایران هستن، یه ایده هم میخوام بیان ببینن چطوره که دوران بازنشستگیشو بیان ایران. این به هر حال برای من مایه خوشحالی است و دوستان هر اطلاعاتی در این رابطه، جایی که میخوام برن، کارهایی که دارن، سوالایی که هستن یا بعضی اطلاعاتی که نیاز دارن، حتما با من تماس بگیرن. با کمال میل در اختیارشون میذارم و اگر اطلاعاتی که من نتونم به دست بیارم، از دوستای خوب و عزیز که اینجا مرتب کمک میکنن میتونم اطلاعات براتون بگیرم. به هر حال کشور خودتونه، احتیاج نیست که من بگم. و به قول یکی از دوستایی که تازه اومده بودم این هفته پیش با من تماس گرفت،
میگفتش که ایرانی ها نمیدونن که چه آینده قوی کشورشون داره، که واقعا هم همینطوره. اما دوستان اجازه بدید که خدمتتون یه چیزی خیلی عجیبی که دوستان در دنیا در اتفاق میفته مسئله ناسیونالیستیه. یعنی چه؟ ملیگرایی، کسانی که به وطنشون علاقه دارن و کسانی که برای این کار دست به کارهای عجیب و غریب هم میزنن، بعض موقع حتی خشونت. همین جریان که نخست وزیر سابق ژاپن شینزو آبه که ترور شد یکی از این هاست. مقاله وال استریت جورنال خیلی جالبه. میدونی که این آقای آبه که اومده بود ایران، اگه یادتون باشه ترامپ ایشون رو فرستاد اون موقع که نخست وزیر ژاپن بود که بره برای آیت الله خامنه ای پیام بیاره از طرف ایشون که میخواد با ایران کار کنه، اله بله فلان اینا. اون موقعی که مثلا از برجام اومده بود تحریم و تشکیل و فلان، بیچاره عیب اومد و آقای خامنه ای هم پذیرفت. و اگه یادتون باشه آقای خامنه ای برگشت به ایشون گفتش که پیامی که از اون آقا آوردی شایسته جواب نیست، ولی چون شما تشریف آوردی و مهمان ما هستی، من چند کلمه خدمت شما عرض میکنم. که بقیه این صحبت را میدید. کسی که او را ترور کرده یک نظامی سابق، یعنی در بخشی از نیروی دریایی ژاپن کار میکرده، یه مرد 41 ساله بوده و علت ترور ایشون هم گفته که ایشون، یعنی آقای آبه که از طرف حزب لیبرال ها میخواد که ژاپن و اون قدرت فرهنگی، اقتدار ملی، همه اینا را میخواد از بین ببره، کشور رو دو دستی تسلیم بیگانه بکنه و از همه اینا بدتر میخواد ژاپن را بیدفاع بکنه. یعنی یکی از وزنن بر علیه آرمان ملی و مذهبی ژاپن هم احترام نمیذاره. این یکی از این چیزهایی که من در روزنامه هم در ژاپن، روزنامه ژاپنی این به زبان انگلیسی اونجا خوندم، وال استریت جورنال به این اشاره کرده بود، نیویورک تایمز همینطور، نشون میده که واقعا کشورها الان به سمتی میرن که استقلال کشور مهمتر از چیزهای دیگه است و علت ترور نخست وزیر سابق ژاپن هم همینه. حالا واقعا ایشون این کارا رو میکرده نمیکرده من نمیدونم، چیزایی که خوندم دارم خدمت شما میگم. و اما دوستان اتفاق خیلی جالبی افتاده. از امروز صبح که من بیدار شدم بودم، ساعت 5 بود، داشتم خبرهای همین تلویزیون های ایران سیتیز را میدیدم. آقا از حالا امدام از دیشب شروع کرده بودن، امروز صبح که چندین بار همه رسانه ها تاج‌زاده دستگیر شد، نمیدونم دو نفر دیگه هم با ایشون دستگیر شدن فلان اینا. بعد این به خاطر این توییتی که کرده بود که اگر برجام شکست بخوره شخص آقای خامنه ای مقصره. به قول معرب امیدوارم آقای تاج‌زاده هر چه زودتر به عقل برسه و آزاد بشه. من میخوام از آقای تاج‌زاده سوال کنم، من که تو ایران هستم دیگه الان، دوستای لیبرال شما آقای تاج‌زاده آقای خامنه ای را راضی کردن که آقا ما میدونیم چجوری با غرب برخورد کنیم، به ویژه با امریکا، اجازه بده ما بریم مذاکره رو بکنیم، کلید کار دست ماست، همین حسن کلیدی که همه جا خارج میگفتن، آقای روحانی، کلید موفقیت و اقتصاد ایران دست من، اله بله. آقای خامنه ای هم اینا رو با سلام و صلوات فرستاد، گفت بریم مذاکره کنیم. گفت من که به اینا اعتماد نمی کنم، اگر شما فکر می کنید که می تونید انجام بدید، با قول معروف دست علی به همراهتون، یادتونه؟ خب اینا اومدن قرارداد بستن. بعد همه امیدوار بودن که شکوفایی اقتصادی بر می گرده، خیلی از شرکت ها اومدن اینجا حرفای زیادی زدن، ولی هیچ که حاضر نبود سرمایه گذاری بکنه، چون میترسیدن که نکنه امریکا
تحریمشون بکنه. حتی آقای جان کری هم خیلی سخنرانیایی کرد که آقا برید ما کاری نداریم فلان اینا، تا اینکه ترامپ در مبارزات انتخاباتی هم گفت نه این قرارداد بعد من از باید بیام بیرون و اله بله ایران باید بیاد جوری که من میخوام و از این حرفا. خب از این آقای تایزاده باید سوال کرد که آقا آقای خامنه ای بود که از برجام اومد بیرون یا ترامپ ابله؟ اون فکر کرد که با فشار حد اکثری همه ایرانی ها رو به زانو در میاره. خود امریکایی ها میگم فشار حد اکثری تبدیل شد به شکست حد اکثری. من نمیگم ها، بریم دیگه مقاله ها رو بخونین ببینید رابرت مالی چی میگه. در کنگره همین یکی دو هفته پیش گفت این فشار حد اکثری که ما امیدوار بودیم که بشه ولی تبدیل شد به شکست. رابرت مالی داره میگه، رئیس هیئت مذاکره امریکایی، من که نمیگم. خب همه اینا آیا طوری شد چی شد؟ یادت ونزوئلا رو میخواستن نابود کنن، گفتن رئیس جمهور در حال فرار آقای مادورنا که داره میره کوبا فلان، اون آبروریزی که پومپیو با جان بولتن انجام دادین. خود ترامپ هم حتی ناراحت شد که بابا شما که نمیدونستید چرا اینقدر زر زدید آبروی منو بردید. الان آقای بایدن با کی داره سلام علیک میکنه؟ با ونزوئلایا. فرانسوی هم گفتن که باید نفت ایران و ونزوئلا برگرده به بازار چون ما احتیاج داریم. خب پس آقای تاج‌زاده این امریکا بود، این ترامپ ابله بود، از برجام اومده دیگه. الان هم ایران داره چی میگه؟ میگه آقا میخواین برگردین، بسیار عالی، شما که رفتید حالا میخواین برگردین، تمام تحریما رو بردارین، چشمان برمیگردیم. اینا حاضر نیستن تحریما رو بردارن. خب اگر نمیخوان تحریما رو بردارن پس ما باید چیکار کنیم؟ تسلیم بشیم؟ خب اگر قرار بود ایران تسلیم بشه که باید زمان ترامپ تسلیم میشد، اون هارتپورت میکرد. این داستان ماست. حالا آقای تاج‌زاده توییت کرده، تاج‌زاده البته سابقه زیاد جالبی هم نداره، به هر حال دولت ایشون رو دستگیر کرده، حالا تو دادگاه اینا چی میشه من نمیدونم. حالا میخوام به آقای تاج‌زاده اینو بگم، در همین امریکایی که جناب علی و دوستانتون، دوستای غربگدا، ببینید با غرب دوستی صحبت همه اینا به جای خودش، که اگر بتونید که از راه برابری صحبت کنید، سوال کنید، آشتی کنید، دوست باشید، مذاکره کنید، چه میدونم مبادله تجاری، همه اینا در شرایطی که اونا شما رو قبول داشته باشن که مساوی، شما یه چیزی میگیرید، یه چیزی میدید، یه چیزی میخرید، یه چیزی میفروشید، بس غیر از این راه دیگه ای نیست. حالا اومدیم برای آقای تاج‌زاده، فقط میگم چون آقای تاج‌زاده خبر نداره اینا. همین امروز دوستان در ایالت رود آیلند، این امریکاست، ایالت رود آیلند، برای دوستانی که به جغرافیا زیاد وارد نیستن، اینور ایالت رود آیلند درست در جنوب ایالت ماساچوست، یعنی از شهر بوستون ما سوار ماشین بشید 1 ساعت برید به جنوب میرسید به رود آیلند. ایالت کوچیکیه، بغل اقیانوس، اصلا به ایالت اقیانوس هم معروفه. خب جاهای دیدنی زیبا داره، ساحل و تشکیلات اینا، ولی ایالت کوچیک. در همین ایالت شهر پروورنس که مرکزشه، تلویزیون WPRI یکی از تلویزیونای معروف ایالت رود آیلند، WPRI گزارش میده که 5 نفر در پروورنس مشغول پخش اعلامیه بودن، اعلامیه همین کاغذش چاپ کرده بودن. 2 نفر از اینها، یکی به نام استیو با رفیقش، میره بالای چراغ برق، این اعلامیه را به 2 تا از چراغ برق هم نصب میکنه. خب در این اعلامیه چه نوشته شده بود؟ میگه از تمام یاران و امریکا دوستان، وطن پرستای واقعی، سفید پوست بودن اینجا، تمام سفید پوستای وطن پرست میخواییم که به جمع ما پیوندن، ما گروه مبارزه بر علیه دشمنان امریکا هستیم، گروه 131
کسانی که میخوان امریکا را نجات بدن از دشمنان داخلی با ما تماس بگیرن. اعلامیه خیلی ساده بالای چراغ بر گذاشتن در کشوری که آقای تاج‌زاده خیلی قبول داره، آزادی بیان هست، آزادی چه میدونم اعلامیه، میتینگ، هرچی. این دو نفر رو پلیس بلافاصله دستگیر میکنه که اعلامیه غیرقانونیه، بدون اجازه اونجا نصب شده. و البته اینا چون سفید پوستن نجات پرست هم هستن، یعنی به جز امریکایی سفید پوست به کسان دیگه باور ندارن. خب WPRI اینو بازتاب داده. روزنامه پروورنس جورنال که در همین ایالت رود آیلند چاپ میشه، این اونم نوشته. اسوسییتد پرس هم بازتاب داده. حالا جالبه، همین یه ساعت پیش دیدم روزنامه جروسلم پست هم نوشته. البته میدونی که صهیونیستان نگران این افراد هستن، میگن این افراد ضد یهودی هن. البته ماها رو قاطی کرده، هم ضد یهودی هن، هم ضد مسلمون هن و ضد اسپانیش زبان ها و اینا. به طور کلی اعلامی هست دیگه، دوتا اعلامی. این آقای تاج‌زاده اینجا الان مدت هاست که بر علیه ایران هی می نویسه، هی میگه و نمیدونم مردم رو تشویق میکنه به هرج و مرج و اینا، ولی اونجا سر به دو اعلامیه اینا دستگیر شدن، الان هم تو زندانن تا سه شنبه که ببرن دادگاه. خب بفرمایید، در امریکا البته میدونید که کار غیرقانونیه دیگه، یارو باید اجازه میگرفت. پلیس ایالت رود آیلند هم کارش درست بوده، دیده که یارو رفته بدون اجازه بالای چراغ بر اونجا رو نصب کرده، باید همه اینا رو اجازه میگم. وقتی میگم که با اجازه باید یه کاری بکنه، یه کشور قوانین داره. آقای تاج‌زاده فکر میکنه که نه خیر، چون اینا اصلاح طلبن، قوانین احتیاج نیست که رعایت بکنن. حالا برجام آیا موفق بشه یا نشه، باید ببینیم که آیا ایران میرسه به اون چیزی که میخواد. یعنی ایران اگر قراره برگرده به برجام، باید تحریم‌ها آزاد بشه، پول ایران برگرده دیگه. اگر این نشه، در حال حاضر به چی درد میخوره برجام؟ و برای همینه که ایران هرگز از مذاکره نمیترسه، ولی از روی ترس مذاکره نمیکنه آقای تاج‌زاده. و اگر الان فرانسوی‌ها چرا پرخاش کردن به امریکایی‌ها؟ میگن آقا در حال حاضر ما نباید نفت ایران و ونزوئلا رو تحریم کنیم، چون نیاز نفتی اروپا و اقتصاد غرب به اینها وابسته است. خب ایران هم حاضر نفتشو بفروشه. ایران هرگز نگفته که من نمیخوام نفت بفروشم. تازه روسا هم که هرگز فروش نفت رو قطع نکردن. اون تا میگن که باید به پول روسی به ما بدین، باید حساب باز کنم پول روسی بگیرم. منظور من از گفتن همه اینها، این دو نفر امریکایی که در رود آیلند دستگیر شدن، شما اگر تونستید در شبکه‌های ایران ستیز یک دونه خبر راجع به این پیدا کردید من بگید، ولی خبر تیتر اسوسییتد پرس و رویتر و دبلیو پی آر آی و پروورنس جورنال هست در امریکا. من خوندم، من دارم به شما میگم، جروسلم پست نوشته. اینا که قبلگاهشون جروسلم پست، چرا بر نمیدن از جروسلم پست اینه کود کنن؟ خب دوستان، مدت ها بود خیلی از دوستان میگن آقا شما مقاله های مختلف میخوندید از این مرامر دیگه، چرا این کار نمی کنید؟ دوستان من سعی میکنم، ولی اینجا اینترنت اینا گرونه، من باید یه مدت محدودی بتونم این کار بکنم. چون من این کارو بکنم باید روزانه 2-3 ساعت بیافتم به جونیا. با محدودیت هایی که داریم باید کار کنیم دیگه، همه چی هست ولی باید پول به دیگه رونه. به هر حال برگردیم به مقاله. مدت ها به زوستا از پت بوکنه میگفتن خبری نیست، پت بوکنه این هستش، از ما خبری نبود. پت بوکنه این اومده یه مقاله نوشته در نیوز مک دیروز جمعه 8 جولای 2022، مقاله هستن از اونجا. عنوان مقاله این استش که آیا امریکا در حال فروپاشی است. پت بوکنن میگه که یه زمانی از یکی از بزرگان در امریکا
وبستر، دانیل وبستر میپرسن که آیا اوضاع اتحاد نه اوضاع ایالات متحده چطوره؟ اونم میگه که باید به فونداسیونش نگاه بکنید. اگر ببینید فونداسیون محکمه سر جاش خواهد بود، اگر نه از هم میپاشه. پد بکنید اینو کد میاره از دانیل وبستر. پد بکنید میگه که اخیراً در 5 جولای 2022 آمارگیری معروف در امریکا گالوپ پول آماری انجام داده که فوق‌العاده وحشتناک. میگه در امریکا فقط 38% امریکایی‌ها به کشورشون افتخار میکنن. 38%، بقیه هیچ. میگه اصلا به در نمیخوره. 90% جمهوری‌خواها، 78% دموکرات‌ها معتقدن که اصلا امریکا راهشو گم کرده. این خیلی زیاده دوستان. 90% جمهوری‌خواها، 78% دموکرات‌ها میگه امریکا راهشو گم کرده. برای اینکه راهشو پیدا کنه باید برگرده به اصول اصلی. حالا جالب اینکه میگه در این وسط محبوبیت رئیس جمهور یعنی آقای بایدن 36%. یعنی نشون میده که بیش از 60% امریکایی ها معتقدن که آقای بایدن به درد نمیخوره. بعد بکنه میگه که در همین آمار اومده که امریکایی ها به 16 نهاد مهم امریکا اصلا دیگر باور ندارن. این نهادها نهادهای دولتی است، نهادهای بانکی است، مطبوعات، احزاب و کنگره. میگه به اینا دیگه اعتقاد ندارم، معتقدن که اینا کارشون انجام نمیدن. ولی به ارتش و نیروی نظامی معتقدن. بعد بوکنه میگه اگر ما روند کار رو عوض نکنیم، اگر به آرمانهای اصلی انسانی، مذهبی و ناسیونالیستی امریکایی ها توجه نکنیم، امریکا با این وضعیتی که داره پیش میره در حال فروپاشی است. این نگرانی پد بوکنن سالها هم اینو داره میگه. بستلر، کتابای بستلر هم در این مورد نوشته که اون تازه گفته بود که اگه روندی امریکا به این شکل پیش بره، اینو 7-8 سال پیش نوشت که ما امریکا رو در سال 2025 دیگه نخواهیم شناخت. کتابش هم پرفروش‌ترین کتاب اون زمان بود. برای دوستای این بر که اگر پد بوکنن نمی‌شناسن، یکی از مفسران محافظه‌کار حزب جمهوری خواست و آخرین پستی او در دولت رئیس امور ارتباطات کاخ سفید در دوران پرزیدنت ریگان. سپاسگزارم از وقتتون. وقت منم تموم شده، ولی قبل از اینکه خداحافظی کنم خدمتتون بگم خیلی از دوستا شماره ایران خواسته بودن که با من مستقیم در تماس باشن. این شماره ایران منه، 0912-83-17-59. تکرار میکنم اینو باید مستقیم بگیرید دوستان هر جا هستید. اونایی که خارج از ایران زنگ میزنن به ویژه از امریکا 011-98 بعد 912-803-17-59. اونایی که این برن دیگه خودشون میدونن 0912-803-17-59 با این شماره میتونن با من در تماس باشن. به هر حال سپاسگزارم از وقتتون دوستان و سپاسگزارم از این همه پیام‌های مهرآمیز شما و سپاسگزارم از این همه واقعا بزرگواری شما. دوستان از 4 گوشه ایران ما دعوت شدیم، ولی الان به خاطر هوای گرم و گرفتاری و کارهایی که اینجا دارم فعلا دوستایی که در تهران هستن با اونها مشغول دید و بازدید و اینجور چیزا هستن، ولی انشالله اگر بشه سفری که بکنم اون موقع حتما به بعضی از دوستا که اگر در راه هم باشه بتونم سر بزنم. ولی به هر حال ممنونم از
بزرگواریتون، مهربانیتون و از این همه که این همه به ما لطف دارین. سپاسگزارم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار نگهدار شما باد.